سلام مجدد. همچنان که دیدید بحث و موضوع ابعاد مختلفی داره و این وظیفه سخت بر دوش من اینجا قرار گرفته اینو جمع‌بند کنم، به دست به یک مدراسیون بذارم تا این بحث پیش برده بشه. مجموعه صحبت‌هایی رو که شنیدید، مجموعه صحبت‌هایی رو که همکار من آقای فتوحتی نقل کردن از شبکه‌های اجتماعی، از کامنت‌هایی که پای مقالات نوشته شده بودن، از ایمیل‌هایی که ما دریافت کرده بودیم و از صحبت‌ها، اظهار نظرها و سوال‌هایی رو که شما مطرح کردید، اگر من بخوام خیلی خلاصه بکنم و هر خلاصه کردنی به هر حال یک چیزایی از دست میره، به سه محور ما میرسیم که به نوعی در عین حال این محورها نشون دهنده ضعف ماست. ضعف ما در بُعد ملی اینه که ما ابتدا می‌خوایم در مورد این موضوع که بحث کنیم، تازه می‌خوایم بگیم چرا این بحث مهمه. یعنی می‌بینید که کاملا در اول راه ایستادیم، یعنی که چرا باید بحث کنیم در این مورد. اگر بحث ما الان پیشرفته تر بود، می‌رفتیم سر یک موضوع معین، مثلا انرژی گازی بهتره یا انرژی خورشیدی بهتره یا تا چه حد اتم رو دخالت بدیم، می‌رفتیم بحث‌های بسیار مشخص‌تری در این مورد می‌کردیم. ولی الان ما می‌خوایم خودمون رو توجیه کنیم که چرا باید در این مورد بحث کنیم. این نشون دهنده این در واقع یک چیز وحشتناکه، در این حال یک فاجعه است که باید خودمون رو توجیه کنیم. به هر حال اولین سوال اینه که چرا ما باید در این مورد بحث کنیم. انتقاد شده در شبکه‌های اجتماعی به ما و وقتی که ما این برنامه رو اعلام کردیم که این بحث روشنفکرانه است، این بحث بیخوده، حکومت که در حال مذاکره است و این مسئله حل میشه، برای چی میخواید بحث بکنید؟ و در مجموع خیلی هم میگن که نمیفهمند ابعاد این قضیه چیه و ما باید موجه باشیم. اولین سوالی که من دارم که از دوستان بپرسیم این که چرا ما باید در این مورد بحث کنیم؟ یعنی دوباره خواهش میکنم هر کدوم از دوستان به طور سخنرانان به طور خلاصه بگم چرا درسته بحث کردن. محور دوم که در ادامه این خواهیم رفت در مورد محتوای بحثه که اگر موجه هست بحث کردن، حالا درباره چی بحث کنیم؟ در مورد قرارداد ژنو بحث کنیم یا در مورد نیروگاه مزیت نیروگاه گازی بحث کنیم و نیروگاه اتمی، درباره چی بحث کنیم؟ و هم پیوند با این محور سوم این هست که حکومت ظاهراً یک برنامه داره، برنامه بدیل ما در برابر اون چی میتونه باشه که فایده بده به این بحث‌ها. این محورهاست، یعنی همه سوال‌ها و همه انتقادها رو که ما جمع کنیم به اینها میرسیم. پس بر این قرار من پیش میرم و از خانم عبادی و در ادامه از دوستان میخوام که به این موضوع بدیم که خیلی خلاصه بگید که چرا این بحث موجه هست، چون ظاهراً عده‌ای فکر میکنن که مسئله داره حل میشه دیگه، برای چی بحث میکنید؟ خیلی ممنون. اجازه بدید من مجدداً یک مسئله رو اعلام بکنم. اگر آقای روحانی در آنچه که گفتند که مردم صحبت بکنند صادق هستند، از همینجا من به ایشان پیام میدهم، به ایرنا که مؤسسه ای زیر نظر خودشون، دستور بدهند که این مطالب جلسه رو منعکس بکنند. و ما اینکه چرا ما بایستی بحث بکنیم، زمانی که
این فراخوان رو مرکز حامیان حقوق بشر میداد، من این رو برای عده‌ای از دوستان و همکاران فرستادم که امضا کنن و بعد شروع بشه. تعدادی از دوستان که من در صداقت اونها و در سلامت نفس اونها هیچ شکی ندارم و بسیار آدم‌های مبارزی هم در این حال بودند، امضا نکردن و به من ایمیل هایی زدن. حتی در یک مورد یک خانمی که سال هاست نتوانسته به ایران بره صحبت کرد و با لحن بسیار بغض‌آلودی گفت عبادی خواهش میکنم این کار نکن، این کار مانع از این میشه که مذاکرات ژنو به نتیجه برسه. شما کاری میکنی که داری تیشه به ریشه این مردم میزنی، کاری میکنی که روحانی تضعیف بشه، نکنین، حرف نزنین. و من چندین ایمیل مشابه این رو هم گرفتم. تمام افرادی که این حرف رو میزدن عمیقا به سلامت نفسشون اعتقاد داشتن و من نمیخوام نام ببرم، اگر نام ببرم همه شما میشناسید و بسیار خوشنام هم هستن. اینا عمیقا اعتقاد داشتن که ما هر نوع حرفی که بزنیم باعث این میشود که دولت روحانی سقوط بکند و همچنین باعث میشود که آمریکا سوء استفاده بکنه و هیچ وقت توافق با ایران نکنه و 5+1 شکست بخوره و بقیه ماجرا. ببینید تبلیغات یک جانبه سالهای مدید حکومت کار رو به اونجا رسونده که حتی افرادی که با این رژیم مسئله دارن و سالهاست به ایران نرفتن و نتوانستن بروند، این در ذهنیتشون هست که ما حتی حرف نزنیم، برای اینکه مبادا حرف زدن ما به ضرر ملی تمام بشود، مبادا حرف زدن ما توافق ایران با 5+1 رو به عقب بیاندازه و این باعث ادامه تحریم ها بشود. خب پاسخ من به این دوستان این بود که یک، از کی تا حالا حکومت به حرف مردم گوش کرده که این بار دومش باشه که حالا فکر میکنین اگه حرف بزنین مثلا توافق ژنو ممکنه تاخیر بیفته؟ دوم، این کمپین پیش داوری نداره، یعنی ما از موافقین و مخالفین همه یکسان دعوت کردیم برای گفتگو. بنابراین اون کسانی که فکر میکنن سیاست حکومت خوب است، خیلی خوب، اونها هم فرصت مساوی دارن برای بحث و گفتگو. سوم، چگونه انتظار دارید دیگران و حتی خود شما راجع به مسئله انرژی هسته‌ای نظر موافق یا مخالف داشته باشن بدون اینکه کوچکترین اطلاعی در این زمینه ما داشته باشیم؟ تنها چیزی که مردم میدانند این است که حق مسلم ماست. خب انرژی داشتن، انرژی هسته‌ای حق ماست، خودکشی هم حق منه. آیا من به نفعم هست الان برم از حق خودم مبنی بر خودکشی استفاده کنم، خودم از طبقه هشتم عمارت پرت کنم پایین، بگم حق منه که من خودم اینجا پرت کنم پایین؟ صحبت سر یک حق ملی است. آقای مصطفی به درستی اشاره میکردن، ما فارغ از آن چه که در جهان چه قضاوت میکنن به ما و میخواهن به ما حمله بکنن یا نکنن، پاکستان داره یا نداره، اسرائیل خوبه یا بده، متجاوز نیست، اصلا فارغ از این بحثا، ما باید ببینیم به نفع ملی ایران هست ادامه این سیاست؟ آیا نفع ملی ما ایجاب میکنه که ما این سیاست رو ادامه بدیم، یا اینکه اگه فهمیدیم اشتباهه حداقل شهامت بازگشت از اشتباه رو داشته باشیم و جلوی زیانهای بعدی رو بگیریم؟ به همین دلیل علارغم نصیحتی که تعدادی از دوستان به من میکردن که مبادا این کمپین رو راه بیاندازیم، ما دقیقا این کمپین رو راه انداختیم و خوشبختانه مذاکرات ژنو هم تا حدودی به نتیجه رسید. الان هم میبینید که به یه توافقهایی رسیدن. من شخصا امیدوارم که این توافق پایدار باشه، شخصا امیدوارم که تحریم ها از روی ایران برداشته بشه، برای اینکه مردم ایران صدمه میخورن. اما بحث این کمپین اساسا هیچ ارتباطی به تحریم و گفتگو با 5+1 ندارد، بلکه یک مسئله فراگیرتر و مهمتر و بنیادیتر رو مورد توجه قرار می دهد. فرض بکنیم که تمام
مشکلات سیاسی ایران با 5+1 حل شد. تمام تحریم ها هم برداشته شد. حالا ما میمانیم و نیروگاه بوشهر. آیا برای نیروگاه بوشهر چی کار بایستی بکنیم؟ آقای صالحی اعلام کردن که در همون شهر نیروگاه دومی هم دارن میسازن، قرار است ساخته بشه. خب اینجا یه مسئله پیش میاد. بوشهر روی 3 گسل زلزله است. آیا با فرض اینکه، تکرار میکنم، با فرض اینکه ما میتوانیم نیروگاه دیگری داشته باشیم، آیا درست است مکانیابی؟ و آیا مقررات ایمنی رو ما در نیروگاه های برق خودمون رعایت میکنیم؟ از جمله بعد از واقعه چرنوبیل دنیا متوجه خطرات بیش از اندازه نیروگاه های هسته‌ای شد و یک کنوانسیونی تصویب کردن به نام کنوانسیون ایمنی هسته‌ای. دولت ایران به این کنوانسیون نپیوسته. حالا چه ایرادی داره به این کنوانسیون بپیوندید؟ برای اینکه یکی از خدماتی که و یکی از فوایدی که الحاق به این کنوانسیون داره این است که متخصصین می آیند و کمک می کنند به دولتی که می خواهد نیروگاه هسته‌ای بسازد مکانیابی مناسب براش می کنند. یعنی اگر در ایران ما اون متخصصین رو نداریم، کنوانسیون ایمنی هسته‌ای می آید و یه عده متخصص به ایران میفرسته که در درجه اول بگه آقا کجا بسازیم بهتره؟ آیا ما واقعا به نفع ملیمون هست که روی گسل زلزله یک نیروگاه که ساختیم یه نیروگاه دیگه هم بسازیم؟ من نمیدونم، مثلا پیش‌داوری هم نمی کنم، اما میگم در این زمینه صحبت بکنید، در این زمینه متخصصین بیاین حرف بزنن. من متخصص زمینشناسی نیستم که بخوام اینجا حکم قاطع بدهم که حتما این کار بده یا حتما این کار خوبه. من به عنوان مدافع حقوق بشر میگم حرف بزنید. و چرا دولت ایران قفلی بر دهان همه ما زده و اجازه نمیده که حرف بزنیم؟ اونچه که این کمپین میگوید آن است که صحبت بکنید، مسئله توافق محدود به توافق ژنو نمی شود، بلکه مسئله بسیار فراتر از این است. مبادا خدای ناکرده روزی ما فوکوشیمای دیگری در ایران داشته باشیم و علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و علاج در صحبت کردن ماست. بسیار ممنون. همین سوال رو من از آقای رزاقی دارم. چرا لازم هست و موجه هست بحث کردن؟ این نه به طور کلی، در برابر این سوال مشخص که میگن که اینا که داره مذاکره میکنن بذارید مسئله رو پیش ببرن و کشوندن این بحث به میون مردم یا روش جنبش ایجاد کردن ممکنه اختلال ایجاد بکنه و این اختلال به ضرر مردمه، پس ساکت باشید. شما به این انتقاد یا اعتراض چه خواهید گفت آقای رزاقی؟ من معتقدم که ما با یه تأخیر تاریخی مواجه هستیم در رابطه با این موضوع بحث. یعنی ما باید خیلی زودتر از اینها به بحث هسته‌ای می‌پرداختیم از ابعاد و زوایای مختلفی و تبدیل می‌کردیم به یک موضوع عمومی، چون موضوعی است که همونطوری که در بحث خودم گفتم در تارپور زندگی اجتماعی ما تأثیر گذاشته. بنابراین ما به یک معنا ما مقصریم، ما مقصریم که سکوت کردیم در مقابل این فاجعه ملی. این فاجعه است که روزانه در زندگی روزمره ما ایرانی‌ها ساری و جاری است. کودکی که به خاطر فقدان دارو میمیره، به خاطر شرایط تحریم و مسائلی که رخ میده، همه ما به دلیل اینکه سکوت کردیم در مقابل اینها مقصریم. بنابراین من فکر میکنم بیش از هر موضوعی لازمه که اینا تبدیل بکنیم به یک بحث عمومی و نیاز داره به یک برنامه‌ریزی و یک استراتژی مشخصی برای این کار و باید این کمپینی که خانم عبادی رو انداختن به فال نیک بگیریم و سعی کنیم که این کمپین تبدیل بشه به یک موضوع فراگیر برای همه ما ایرانیان.
و اساسا معتقد نیستم که الان که موضوع بحث تو ژنو هست و توافقاتی که صورت گرفته بس بنابراین ما سکوت بکنیم برای اینکه این پروژه پیش بره. نه، در هر صورت این پروژه هزینه‌های بیشماری بر ما تحمیل کرده و میکنه در آینده. بنابراین ما باید به طور فعال در فرایند مذاکرات و قبل و بعدش مشارکت داشته باشیم تا بتونیم از هزینه‌هایی که این پروژه بر جامعه ما تحمیل میکنه بکاهیم. اگر نمیتونیم متوقف بکنیم، حداقل این که این هزینه‌هایی که بر جامعه محتمل میشه کمش کنیم. بنابراین بیش از پیش انتظار داریم که به این موضوع توجهی جدی بشه، یعنی در حد یک برگزاری نشستی مثل امروز نباشه، بلکه تبدیل بکنیم با نوشتن مقالات و اساسا اینا تو دستور اولویت خودمون قرار بدیم، با گروه‌ها و نیروهای اجتماعی چه در داخل چه در خارج از کشور بیشتر یک ارتباط نزدیکتری برقرار کنیم تا بتونیم این پروژه را پیش ببریم. و بعد من هم معتقد نیستم که اساساً این پروژه به این زودی‌ها به سرانجام میرسه و مذاکراتی هم که داره صورت میگیره صرفاً بحثیه که برای اقناع افکار عمومی در داخله که حکومت تلاش میکنه به این وسیله اعلام کنه که من تمام تلاش خودم کردم که برای اینکه با غرب توافق برسم، بیشتر دنبال اقناع عمومی نه نتیجه. یعنی حتی خود حکومت هم معتقده که به این توافق نهایتا منجر نخواهد شد و به همین دلیل میبینیم سکوت اختیار کردن برخی از جریانات که در داخل حکومت هستن اونها. بنابراین من معتقدم که در کنار این موضوع، یعنی که موضوع را تو بحث قرار میدیم ولی در مقابل برنامه حکومت چه کار باید کرد، من تو بحث‌های خودم گفتم که تا زمانی که جامعه را توانمند نکنیم، قدرت یابی شهروندان صورت نگیره، جامعه مدنی در ایران شکل نگیره و قدرتمند نشه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که توده ها خودشون به تنهایی یا جامعه توده‌ای بتونه اقدامی انجام بده. به همین دلیل در مقابل قدرت سیاسی ما نیاز داریم به یک انباش قدرت اجتماعی. زمانی که قدرت اجتماعی در ایران شکل بگیره میتونه قدرت رو پاسخگو بکنه، شفافیت ببخشه به قدرت و از این راه بتونیم پروژه خودمون رو پیش ببریم. اونها به همین دلیل حکومت همواره از انباش قدرت اجتماعی حراس داره و نمیذاره یک انجمن یا یک روزنامه هم حتی از یک حد میزان تیراژش که بالا بره منتشر بشه یا یک انجمن قدرتمندی در داخل ایران شکل بگیره اینها و به همین آسانی اینها رو از بین میبره. به همین دلیل انباش قدرت اجتماعی بسیار مهمه. پروژه آلترناتیو یا برنامه آلترناتیو جامعه مدنی سازی و قدرت یابی شهروندان هستش. الان خدمتتون عرض کنم که برای پاسخ دادن به این سوال شما باید ببینیم هدف ما چیه. من شخصا هدفم، امیدوارم فکر کنم اکثرا اینجا این هدف رو دارن اگر هدف همه نباشه، این که یه روزی کشور ما روی دموکراسی به خودش ببینه، حقوق شهروندی رعایت بشه، حقوق ملی ایرانی رعایت بشه، استقلال، آزادی اینها رعایت بشه. هیچ وقت حقیقت و گفتن حقیقت و ابراز حقیقت خلاف اینها نبوده، به ضرر اینها نبوده، فریب و دروغ و سانسور بوده که جلو اینها رو گرفته. سابقه تاریخی نداره که گفتن حقیقت به ضرر مردم باشه. اگر هر کس مدعی است که در راه مردم میخواد عمل بکنه، در راه اینکه ایران ما بالاخره یک روز روی دموکراسی رو ببینه، نمیتونه این ایده رو داشته باشه که نباید حقایق رو بگیم، برای که ممکن به ضرر ایکس یا ایگرگ تمام بشه. ما هدفمون این نیست، هدفمون این که واقعیت ها رو به مردم بگیم، بلکه مردم شناخت داشته باشن. در مورد مسئله هسته‌ای ایران، چرا باید قدرت های خارجی بسیار و بسیار بیشتر از ایرانی ها اطلاع داشته باشن؟ چرا باید مطبوعات خارجی درباره کم و زیاد مسئله اتمی ایران اطلاع داشته باشند و مردم ایران اطلاع نداشته باشند؟ این چگونه حق مسلمی است که من نباید بدونم چیست، از کجا نشأت گرفته، به کجا میخواد بره، چقدر هزینه داره و چگونه باید بره؟ اینها سوالای اساسی است. من فکر کنم که اگر واقعا هدفمون ساختن یک جامعه دموکراتیک در ایران هستش، خیلی راحت میتونیم جواب بهش بدیم. حقیقت و حقیقت و چیزی به غیر از حقیقت رو نباید بگیم. روشنفکر مسئولیت دیگه ای نداره. من در روزنامه خوندم همین چند روز پیش، شخصی به اسم آقای ابوترابی که ممکنه معرف حضورتون باشه، در خشونت و
این حرفا نماینده مجلس میگه این مسئله ژنو رو در مجلس مطرح نکنیم برای اینکه مردم هم در جریان قرار میگیرن. این چه مجلسی در دنیا شما دیدید که بترسه از اینکه مجلسش مردمش در جریان قرار بگیرند؟ یا در مورد همین توافق ژنو که توافق شفاهی است، نو پیپر اسم این توافقه، از مسئولان ایرانی که میپرسن چرا این رو منتشر نمیکنین، جواب میده برای اینکه این شفاهی است و قابل انتشار نیست، فرداش دولت امریکا منتشر میکنه. این چه توافقیه به نفع مردم ایران که شما نمیتونید منتشرش بکنید؟ این چه سیاست اتمی است که نمیخواید واقعیت ها دربارش گفته بشن؟ من قبل از اینکه بیام یک مسئله شخصی رو مطرح میکنم. از ایران خبر دادن، قبلش 10 روز پیش بود ولی 3 روز پیش بود که یک خبری از یک منبع موثق به من رسید، گفتش که اینهایی که رادیکالهایی که مخالف آقای روحانی هستند و فعالیت میکنن، این برنامه رو دارن که در خارج از کشور دست به ترور بزنن. و به من نوشته بودن ما شنیدیم از اینها، شما جزو کسایی هستید که مورد تهدیدید، مواظب خودتون باشید. خب من یه خاطره یادم افتاد، البته این چیزا چیزی نیست که این تهدیدها میکنن، البته یادتون باشه قتل‌های زنجیره‌ای صورت گرفت، آقای خاتمی سر کار بودن، یه عده مثل فروخرهای بزرگ رو کشتن به خاطر اینکه با یکی دیگه دعوا داشتن، با آقای خاتمی دعوا داشتن. حالا این گفته برای که در صحنه بین المللی این رو خرابش بکنیم، کارشو، کار آقای روحانی رو، و هم روی اپوزیسیون هم کم کرده باشیم که بقیه هم پاشون از گلیم بیرون نذارن، این آقا رو روشو کم کنیم. حالا با امید خدا که ما از این چیزا نترسیم، ادامه بدیم به یاری هموطنان. ولی من یاد یک طرز فکر افتادم. من یادمه در سر مسئله دادگاه میکونوس یه طرز فکر بود، گفتن این حقیقت میکونوس این به ضرر ایرانه، ممکنه امریکایی‌ها به ایران حمله بکنن، نباید این کار رو کرد. این رو منتشر کردن، صحبت کرد، دفاع میکردن از این موضع. آدم های بدی هم نبودن به قول خانم عبادی، ولی مسئله طرز فکرش درونیه، میخواد تحولات دست سوی مردم صورت بگیره در جامعه ایران، یا بیرونیه. یعنی بیرونی یعنی چی؟ یا میخواد آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها برای ایران راه حل درست کنن، یا میخواد نظام ولایت فقیه، قدرت حاکم برای ایران راه حل درست کنه. راه حل نه این هست نه اون هست. اگر چیزی میتونه موفق بشه، بعد از دل جامعه ایران بیاد بیرون، و اگرم بخواد از دل جامعه ایران بیاد بیرون، باید حقیقت رو به جامعه گفته بشه. بعد از این موضوع مسئله دیگه ای که ما وقتی که بدونیم این بحث موجه هست، مسئله این دیگه این مطرح میشه که درباره چی بحث بکنیم. اهمیت این سوال که درباره چی بحث کنیم یا به اصطلاح قدما محل نزاع چیست، به این برمیگرده که مسئله اتمی یک مسئله بسیار کمپلکسیه، بخشش به شدت سیاسیه و بخش علمی و خیلی تخصصیه، و اینا به هم دیگه بافته میشن. از طرف دیگه تبدیل میشه به بحث ایدئولوژیک. یعنی اتم به هیچ وجه یک مفهومی نیست که شما از کتاب فیزیک میشناسید، یک مفهوم سیاسی است، یک مفهومی است که بار ایدئولوژیک پیدا کرده و در جمهوری اسلامی جز مقدس هاست، جز امامزاده هاست، بنابراین خیلی پیچیده است در این مورد. از طرف دیگه ناسیونالیسم ایرانی هم وجود داره که ممکنه این رو هم یک به عنوان یک ابزار قدرت که خب چه اشکالی داره ما داشته باشیم و این حق مسلم ماست. یعنی همه اینا مسائل هست که بار ایدئولوژیک پیدا میکنه و از طرف دیگه تبدیل به درگیری سیاسی میشه. ما با انبوهی سوال ها مواجه میشیم. یا اینطوری در نظر بگیریم که بیایم نگاه کنیم که به قول آقای رزاقی اون دیسکورس، اون گفتمانی که حکومت درست میکنه به اسم گفتمان اتمی از چه حلقه هایی تشکیل شده.
برای تشخیص یک گفتمان کافیه نگاه کنیم ببینیم که چه مفهومهایی رو به کار می‌برن و چه زنجیره‌ای رو می‌سازن. می‌بینیم اتم، حیثیت ملی، ارگ ملی، قدرت، غنی‌سازی، علیه امپریالیسم، علیه استکبار، بعد کار، مجموعه این مفهوم‌های مثبت رو می‌سازن. در این دیسکورس یه شکاف افتاده، چون یه دفعه مردم دیگه اتم رو وصل می‌کنن به تحریم، وصل می‌کنن به فلاکت، به گرونی، به نگرفتن ویزا، به محاصره، به مجموعه این چیزا. یعنی یه دفعه این مفهوم وارد یک حلقه زنجیر دیگه از مفاهیم میشه که این نشون دهنده عوض شدن فضاست و آمادگی برای بحث، ولی این هنوز خوشحال کننده نیست. علتش اینه که اینا هنوز بار سیاسی و کشاکش داره، در صورتی که ما میبایست به این یک محتوای علمی بدیم. مثلا مسئله اتم با مسئله محیط زیست، مسئله برنامه انرژی برای کشور، برنامه دراز مدت، مسئله شغل، کار، بیکاری، همه اینا ابعادی است که موضوع سلامت ابعادی است که این داره و این سخته که ما بگیم از کجا شروع کنیم. مثلا آیا سوال محوری این هست که کی مسئول پرداخت این هزینه های سنگینه؟ این سوال محوری ماست. سوال محوری ما این هست که رابطه با آمریکا، چون بلافاصله دیدیم که موضوع کنفرانس ژنو به رابطه با آمریکا متصل شد، که اگر بره به اون سمت دوباره مسئله اتمی فراموش میشه. ما درباره چی میخوایم بحث کنیم؟ یعنی کدوم اون حلقه‌ای که ما باید به دست بگیریم که کل زنجیر به دست ما بیاد، و اصولاً آیا چنین حلقه‌ای در این بحث وجود داره یا نه؟ بنابراین این سوال رو از خانم عبادی می‌کنم. نکته مقدم برای شما چی هست در این بحث؟ در این بحث دو نقطه برای من حائز اهمیت زیادی است. یکی آزادی بیان. من سال هاست که در این زمینه کار میکنم، از زمانی که کانون نویسندگان دوم شروع به کار کرد، من با اونا بودم و عضو اولین هیئت مدیره کانون بودم. از کتابی صحبت میکنم که حقوق ادبی هنری نوشتم، و از دفاعی که در ایران از خبرنگارا و از آزادی و محاکماتی که برای آزادی بیان داشتم. یعنی آزادی بیان همیشه سرلوحه فعالیت‌های من و خواست‌های من بوده، برای اینکه اولین پایه دموکراسی در هر جامعه از اینجا شروع میشه. تا کسی آزاد نباشه، ما قفل به دهن کسی بزنیم، هیچ چیزی اتفاق نمیفته. پس بنابراین وقتی که حکومتی مثل ایران با این شدت و حدت جلوی سخن گفتن مردم رو در یک زمینه میگیره، این حساسیت من رو به عنوان یک مدافع حقوق بشر جلب میکنه که چرا نمیذاری حرف بزنیم. ویژگی دیگر این مسئله منافع ملیه. من اصلا کار ندارم به این که پاکستان بمب اتمی داره و خوبه که داره یا بده که داره. کار ندارم به این که اسرائیل چقدر بده یا چقدر خوبه. من به این کار دارم که کشوری دارم به نام ایران و میخوام توش زندگی کنم. بعد از منم بچه هم باید اون تو زندگی کنن، نون بخورن و بتونن با آرامش زندگی کنن. چه چیزی واسه این کشور بهتره؟ آیا بهتره که ما نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم، اونطوری که آقای صالحی میگه مثلا اینو تبدیل به 16 نیروگاه بکنیم یا 20 نیروگاه داشته باشیم، این بهتره؟ یا اینکه بخوایم 20 نیروگاه برق خورشیدی داشته باشیم؟ کدوم واسه آینده کشوری که بچه‌های من قرار توش زندگی کنن، کار کنن، نون بخورن بهتره؟ من به این دید
به تمامی مسائل مربوط به ایران نگاه میکنم. یعنی اول اون چارچوب حقوق بشر که بهش معتقدم و بعد منافع ملی اون کشوری که ازش آمدم. و در این ارتباطه که راجع به این کمپین شروع شد و تمامی تلاش ما هم این است که به هر نحو ممکن این رو ادامه بدیم. و اجازه بدیم از همینجا من برسم به یکی از سوالات دوستان ارجمند که نتوانستم جواب بدن. گفتن که شما برای آینده چه برنامه‌ای دارید؟ یکی از خواهش‌های من این است که سایر رسانه‌ها از رادیو زمانه یاد بگیرند. ما اگر نظیر این چنین جلسه‌ای رو در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران داشته باشیم، مثلا رادیو دوچه وله که الان می‌بینم چند نفر از همکاران مشترکم اینجا هستن، یا رادیو فرانسه یا بی بی سی یا رادیو فردا، و همینطور این گونه بحثا بچرخه توی رادیوها. توی ایران که نمیشه از این بحثا کرد، اقلا به وسیله رسانه‌های فارسی زبان برونمرزی این بحثا بایستی پخش بشه و در هر نوبت عده‌ای دیگر دعوت بشود. مثلا فرض بفرمایید چقدر خوبه که یک رسانه مثل دوچه وله بحثی بگذارد راجع به اثرات زیست محیطی انرژی هستی و صرفا از دید انرژی هستی به این مسئله نگاه کنه. یکی دیگه مثلا رادیو فردا بحث اقتصادیش رو بذاره، یه عده متخصص بیان صحبت بکنن و این بحثا بحثی به زبان بسیار ساده و غیر تخصصی باشه. همونطوری که آقای مصطفی الان بحث کردن، دیدید بحثاشون ساده است، البته مفاهیم بسیار عمیق و علمیه ولی که به زبان ساده بیان شده. بحثا بحثی تخصصی ولی که به زبان ساده مطرح بشه و به صورت مداوم تکرار بشه تا اینکه در جامعه تبدیل به یک جریان و سیل بشود. این از عهده مرکز حامیان حقوق بشر بر نمی آید. دوست عزیزم که سوال کردید برنامه تو چیست، ما یک گروهی هستیم که در زمینه‌های مختلف حقوق بشر فعالیت میکنیم. نه رسانه‌ای داریم، نه تلویزیونی، نه چیزی، اما ما شروع کننده و طرح کننده یک مسئله اجتماعی هستیم و خواهش من از یکایک که صاحبان رسانه‌ها و همچنین از کلیه افرادی که علاقمند به آینده ایران هستند این است که از کنار این مسئله بی تفاوت نگذرید. حداقلش این است که که صحبت بکنید، عقاید خودتون رو بگید، حتی اگر عقاید شما مخالف حرفای ما و یا تایید کننده حکومت فعلی و ادامه سیاست فعلی باشد، اما صحبت کنید. آقای رزاقی، وقتمون فقط در یک کم میشه، همه از حالا باید مختصرتر به این موضوع که درباره چی قراره بحث کنیم. نخونین، من فکر کنم مهمترین موضوع که همونطوری که در ابتدای نشستم با شما در مردم کاستن آلام و دردهای مردم مهمترین تم این موضوع میتونه باشه و باید روی اون تاکید کرد، چون اتم باعث شده که صلح، دموکراسی و حقوق بشر در ایران به حاشیه رانده بشه. بنابراین از این زاویه باید به این موضوع پرداخت و تلاش کرد که تا اونجایی که امکان داره آلام و دردهای مردم رو کم بکنیم. از این طریق میتونیم این بحث رو پیش ببریم که تا اونجایی که امکان داره امکان بهزیستن، بهتر زیستن برای شرایط جامعه ما فراهم بکنیم. چون من گفتم این فاجعه ملی که در جامعه ایران رخ داده ابعاد و پیامدهای بیشماری در قسمت‌های مختلف جامعه، در ارکان جامعه ساری و جاری کرده و تداوم خواهد داشت. بنابراین باید کم بکنیم که تلاش بکنیم که این آلامو هر چی بیشتر کمترش کنیم. من فکر کنم که مسئله اتم در ایران با مسئله دموکراسی در ایران با هم گره خورد، نه در ساختار این رژیم، نه با توجه به آدمایی که هستن و مسئولش هستن توان حل این مسئله رو در این رژیم نمی‌بینم. به خاطر این
پرداختن به مسئله دموکراسی در ایران مهمترین مسئله است و یکی از مسائلی که میتونه مطرح بشه در این رابطه دموکراسی همین مسئله اتمی است. سوال‌های اساس، دو سوال اساسی که با توجه به اونچه که در گذشته صورت گرفته میشه در ایران به صورت سوال مطرح بشه، این که آیا انتخاب انرژی هسته‌ای انتخاب مناسبی است برای ایران؟ از متخصصین مختلف خواسته بشه در این باره صحبت بکنن. رقم‌ها هست، اعداد هست، منابع هست، میشه بحث‌های بسیار جدی درباره این مسئله صورت بگیره. سوال دومی که در این باره باز هم مربوط به گذشته است میتونه صورت بگیره دربارش بحث، میگه هزینه این سیاست‌های هسته‌ای تا حالا چقدر بوده در ایران؟ اون اوایلی که آقای احمدی نژاد یکم پررویی میکرد و درباره مسائل هسته‌ای پاشو از گلیم ولایت مطلقه فقیه بیرون میگذاشت و احضار نظر مستقل میکرد و آقای خامنه‌ای از دستش گرفت، فوریش کمیسیون در مجلس گذاشتن، مجلس شورای، یک کمیسیون تشکیل شد، یک بار صحبت کرد نماینده این کمیسیون راجع به این مسئله هزینه ها، گفت راکتور بوشهر تا حالا 5 برابر یک راکتور برای ایران هزینه داشته و همین الان هم بهتر اینو ولش کنیم یه راکتور جدید بخریم ارزون تر بریم، به غیر از این هم دیگه بستنش و اون کمیسیون هم گزارش دیگه ای نداد. این یک بحث جدی میتونه راجع این مسئله صورت بگیره. و بالاخره این که راه حل چیست؟ امروز اصلا نرسیدیم، الان میتونه مطرح بشه، سوال بسیار جدی مطرح کردن، راه حل چی؟ بدیل ما چیه؟ خب الان بوشهر ساخته شده، راکتور تهران هست، راکتور عراق 90% کارش انجام شده. راه حل که این نمیتونه باشه بگیم اینا رو خراب میکنیم، آدم جدی که نمیتونه همچین راه حل بده که. اینها هم باید راه حلاش با جامعه مطرح بشه برای که جامعه اطمینان پیدا بکنه که راه حلای جدی هست، در سطح شعار نیست که من مخالفم. نه، من مخالف فقط نیستم، من یک افق جدیدی در اختیارتون میذارم و در اون زمینه عمل بشه. بسیار ممنون. میخواستم یک دور دیگه بحث کنیم در مورد مسئله بدیل، نکته آخری که آقای مصطفی مطرح کردن ولی دوستان اشاره میکنن که متاسفانه فرصت نیست، یعنی این محور سوم که گفتم چرا بحث کنیم، چرا موجه است، درباره چی بحث کنیم و از این بحث چی قرار در بیاره، یعنی بدیل ما چی هست. به هر حال امیدوارم این بحث و گفتگوها ادامه پیدا کنه، به صورت تخصصی تر در بیاد و از این شروع که توجیه بحث فراتر بره، بره بحث‌های اقتصادی سر هزینه‌ها، هزینه‌های و همینطور بحث سیاسی بر سر هزینه‌های سیاسی، این موضوع ربط اتم با سرکوب حقوق بشر در ایران و از طرف دیگه بحث‌های تخصصی تر ما احتیاج داریم، از پزشکان گرفته زمین‌شناسان به خاطر زلزله، فیزیکدانان، کارشناسان محیط زیست که ابعاد این موضوع رو برای ما بررسی کنن. امیدوارم که این جلسات ادامه پیدا کنه.